سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال منحرفان شریف. مهراد جم به آبادان برگشت. بازگشت عجیب و غریب مهراد جم به ایران در حالی صورت گرفت که گفته میشد مهراد جم و دنیا جهانبخت دارن بچه دار میشن و آبان ماه امسال قراره بچهشون به دنیا بیاد. ولی خب مهراد جم به ایران برگشت. حالا بهتون میگم چی شد که به ایران برگشت و چه اتفاقاتی در روزهای اخیر براش افتاد. قبل از هر چیز خیلی ممنون میشم اگر از پایین این ویدیو روی دکمه لایک بکوبید و اگه هنوز عضو کانال هم نیستید روی دکمه سابسکرایب هم کلیک کنید. دمتون گرم. مهراد جم و دنیا جهانبخت که هر دو همدیگر رو آنفالو کردن و همه عکس‌های همدیگر رو هم پاک کردن، از همدیگه جدا شدن و مهراد جم طبق گفته خود دنیا جهانبخت که به تازگی در لایو اینستاگرام خودش گفت به قطر رفته و احتمالاً قطر یک پرواز مستقیم به آبادان داره، اونطور که من شنیدم، و مهراد جم به آبادان برگشته. دلیل اینکه چی شد و چه اتفاقی در روزهای اخیر افتاد که مهراد جم تونست به ایران برگرده این بود که خود مسعود جهانی و همچنین هادی حسینی مدیر برنامه مهراد جم باش تماس گرفتن و این اطمینان رو بهش دادن که اگر برگرده میتونه با طی روند قانونی برگرده به موسیقی مجاز. حالا شاید یه چند سالی، یکی دو سه سالی ممنوع کار بشه، ولی میتونه برگرده. فعلا هم که کرونا هست و کنسرتی هم برگزار نمیشه، به هر حال این اطمینان رو بهش دادن که برگرده. خودش هم خیلی دلتنگ بود که به ایران برگرده. در یکی از لایوهاش که در کنار دنیا جهانبخت هم نشسته بود، یکی از فالوورهاشون ازشون پرسید که آیا به ایران بر میگردید یا نه، دلتنگ ایران هستید یا نه، و مهراد جم ابراز دلتنگی بسیار زیادی کرد و گفت حتما برمیگردم با پسرم که اسمش رو آرتام گذاشته بودن و گفته بود که دنیا رو نمیاره ایران. ولی خب قبل از اینکه بچه‌شون به دنیا بیاد به ایران بازگشت. حالا اصلا خیلی ها میگن که شاید اصلا بچه‌ای هم در کار نیست. نظر شما چیه در این مورد؟ استوری‌های جالب دنیا جهانبخت رو هم با هم بخونیم. خیلی جالب بود، حرفای جالبی زد در مورد مهراد جم و اینکه چی شد اصلا برگشت. در استوریش نوشته سلام دوستان عزیزم، بچه ها در مورد رابطه من و مهراد که پدر بچه‌م هست خواستم یه توضیحی بدم خدمتتون که دیگه نپرسید. طی صحبت‌هایی که مهراد جم با خانواده و تهیه کننده سابقش جناب هادی حسینی داشتن و همینطور بنا به خواسته قلبی خود مهراد جم و علاقش به بازگشت به ایران، ایشون تصمیم گرفتن که به کشور برگردن و بعد از گذروندن مراحل قانونی در ایران به فعالیتشون ادامه بدن. من با وجود تمام شرایط سختی که پیش رو دارم و همینطور نزدیک شدن به تایم زایمان و خیلی مسائل دیگه پذیرفتم که ایشون برگردن و به خواسته ایشون و خانوادهشون احترام میذارم. برای ایشون آرزوی خوشبختی و موفقیت میکنم و خواستم اطلاع داده باشم که بنده هیچ رابطه ای ندارم. از توضیح اضافه معذورم. آره بچه ها، ما ازدواج کردیم، بچه دار شدیم، ولی یه قسمت زندگی دیگه مهراد تو ایران مونده بود. خانوادهش فشار زیادی روش داشتن که برگرد به ایران وطنت. هر روز باهاش تماس میگرفتن، گریه میکردن که برگرد، دلمون برات تنگ شده. مادرش گفت تو خودت بچه ای و نمیتونی از پس بچه بر بیای، لطفاً برگرد ایران. از طرف دیگه دوستاش هم همینطور. همکاراش همه و همه هر روز با ویدیو کالهاشون و تماساشون ازش درخواست میکردن که برگرد و ابراز دلتنگی شدیدی میکردن. همینطور تهیه کننده سابقش بهش قول داد که شرایطی رو فراهم کنه که بتونه داخل ایران به کارش ادامه بده. و خب برای یه خواننده طبیعتاً خوندن در کشور خودش لذت بخشتره تا موندن تو تنهایی و غربت. دیگه همه اصرار زیادی داشتن و من هم از خودم و بچم گذشتم، چون میدونستم از پسش برمیام. ما هم به تفاهم رسیدیم و قرار شد که همین روزا برگرده و پیش خانواده‌اش باشه. من وظیفه خودم دونستم که توضیح مختصری داده باشم و این قضیه رو تموم کنیم. نگران من هم نباشید، هم مامانم پیشمه، هم خدا، هم بچم. توی یک استوری دیگه هم در مورد فرزندش که اسمش آرتام هست گفته که من و تو با هم میمونیم و دوست دارم که فوتبالیست بشی، حتی تاریخ تولدمونم یکیه. اینا همه نشونه است. من و تو نیازی به هیچ کسی نداریم. خودم و خودت یه تیم قوی دو نفره ایم. بیا من یه نفری خودم خوشبخترینت میکنم. فقط قول بده همیشه منو توی قلبت نگه داری، چون من قرار جونم هم واسط بدم، مرد کوچولوی من. اینم در مورد فرزندش که اسمش آرتام هست گذاشته. حالا خبرهای جدید اینو داره میگه که مهراد جم به ایران
ایران و به آبادان برگشته و چند تا از خبرنگاران هم مثل بهمن بابازاده هم در توییتی گفتن که مهراد جم به ایران برگشته و باز خواهد گشت. حالا طی ساعت‌های قبل مثلا یکی دو روز اخیر توییت کردم، ولی چیزی که من جدیداً شنیدم اینه که به آبادان برگشته. البته خب دنیا جهانبخش که اون استوری ها رو گذاشت و یه جوری وانمود کرد که خیلی قویه و همه چیز اوکیه، توی لایوش خیلی ناراحت بود و خیلی گریه میکرد و همش این سوال رو میپرسید که چطور شد که اصلا ما رو ول کرد و رفت و چرا همچین اتفاقی افتاد. البته این رابطه براشون بعد هم تموم نشد. مهراد جم 2 میلیون نفر به فالوورهاش اضافه شد و دنیا جهانبخش هم 3-4 میلیون نفر به فالوورهاش اضافه شد. اون چیزی که خود دنیا جهانبخش توی لایوش گفت این بود که یه حاج آقایی هم با مهراد جم صحبت کرده که اون تونسته خیلی بیشتر راضیش بکنه. به صورت 2 هفته مداوم مدیر برنامه و خانواده و رفقای مهراد جم باش تماس میگرفتن و میگفتن برگرد. همچنین مادرش به شدت دلتنگش بوده و گفته برگرد. در روزهای آخر یه حاج آقایی هم در کنار مدیر برنامهش باش صحبت کرده، اطمینان کامل بهش دادن و به خاطر همین تصمیم گرفته برگرده. دنیا هم اصلا نتونسته جلوشو بگیره و الان 4 روزه که اینا پیش هم دیگه نیستن. حالا باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقاتی میفته. لطفا نظرات خودتون رو هم کامنت بکنید. نام اصلیش هم همونطور که میدونید محسن سعیدی کیا هست. در سن 14 سالگی فعالیت بازیگری هم انجام داده. جالب بدونید اون اوایل که آهنگ‌های شمال و غمت نباشه منتشر شده بود، بعضی ها گفتن که سبک مهراد جم به رپخوان‌های زیرزمینی نزدیکه. این خواننده در زمان انتشار تک آهنگ دومش موفق شد به خاطر اینکه از یک حمایت همه جانبه برخوردار بود. یکی از اصلی ترین حمایت‌های چند جانبه ای که داشت حضور مسعود جهانی به عنوان تنظیم کننده آن بود که جالب حمایت مسعود جهانی از مهراد جم به حدی بود که اون مدتی تصویر مهراد جم رو جایگزین تصویر خودش در صفحه رسمی اینستاگرام خودش کرده بود. عکس پروفایل مسعود جهانی یه مدتی عکس مهراد جم بود. به نظر شما وزارت ارشاد چه واکنشی رو داره؟ آیا ممنوع کار خواهد کرد مهراد جم رو و به مدت چند سال به نظرتون؟ در دهه 80 اگه یادتون باشه محسن یگانه، علیرضا طلیسچی و خیلی از خواننده ها به خاطر مسائلی که شاید قابل چشم پوشی هم بودن اما ممنوع کار شدن. حالا باید ببینیم این اتفاق به کجا میرسه. البته که وزارت ارشاد خیلی نرمتر شده و خیلی اون سختگیری های سابق رو نداره. نظرات خودتون رو لطفاً کامنت کنید و خیلی ممنونم از لایک شما عزیزان. البته من تو صفحات مختلف هم میخوندم، اینو هم اضافه کنم، خیلی هم گفتن که شاید اصلا این مسئله واقعیت نداشته باشه و برای جذب فالوور باشه و حالا خیلی هم شوخی کرده بودن و گفته بودن تتوی پشت کمر مهراد جم حالا مثلا چی میشه و فان برخورد کرده بودن با این قضیه. ولی به هر حال باید قبول کنیم که اصلا غربت خودش خیلی سخته، مخصوصا حالا برای خواننده ها که کنسرتاشون داخل کشور میتونه خیلی جذابتر هم باشه. خیلی ازتون ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. اگر روی دکمه لایک بکوبید خیلی خیلی ممنون میشم از لطف بزرگتون. اگه هنوز عضو کانال نشدید هم میتونید با زدن یک ضربه کوچیک روی لوگوی منحرفان شریف که در تصویر مشاهده میکنید عضو کانال بشید. دم همتون گرم، دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.